باش يا باش، از تلویزیون گوش خیلی کنید. ممنون. خیلی خوب، متشکر. امام عصر علیه الصلاه و السلام طبق بعضی از روایات امر فرمودن به بنای مسجد مقدس جمکران. این در روایات موجوده و خیلی علما این را قبول دارند و خیلی از علما به این روایات احترام دارند و بزرگان از علما می رفتن مسجد مقدس جمکران و اونجا توسل می کردن و کرامات اونجا ظاهر شده و بله معجزاتی ظاهر شده و خود مسجد مقدس جمکران اونجا وقتی آدم میره خیلی معنویتش زیاده عزیزان من. اما این که حضرت سلام الله علیه خودشان مشارکت داشته در ساختمانش، من این را جایی ندیدم و از کسی نشنیدم و شاید علما کسانی که تحقیق کردن در این مسئله اونا شاید میدانن، من نمیدانم. نامه که داخل چاه در جمکران میریزن، اونجا چاهی از نامه میریزن. ببینید دوستان عزیز، توسل کردن به ولی خدا، به حجت خدا، خلیفه خدا راه های متعدد داره. این که انسان استغاثه بکنه به مولای خود و مولای خود را بخواند، اون کسی را که خدا ناصر او قرار داده، اون کسی که خداوند متعال او را مشکل گشا و حاجت روای ما قرار داده، دستگیر ما قرار داده، اون کسی که خداوند متعال قلب نازنین او را از برای ما کانون محبت، کانون مهربانی قرار داده، اون کسی که خداوند متعال او را پدر مهربان ما قرار داده، او را چگونه با او صحبت بکنیم، چگونه او را صدا بزنیم، چگونه فریاد خود را به او بسازیم. راه‌های مختلف داره دوستان عزیز. یکی از راه‌هایش توسل کردن به کلماتی که در ادعیه آمده و زیاد اینها، دعای شریف توسل هست، استغاثه به امام عصر علیه السلام هست، زیارات متعدد هست، دعاها هست، راز و نیاز با امام عصر علیه السلام هست. اینها شما در شرق عالم باشید، در غرب عالم، امریکا، چین، شوروی، ایران، هر جای عالم که باشید مولای خود را صدا بزنید به نص قرآن کریم، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. امام عصر علیه السلام صدای شما را میشنود و بستگی داره اضطرار شما، اضطراب شما، اخلاص شما در وقت صدا زدن چقدر هست، به اندازه میزان استحقاق شما و قابلیت شما مشکل شما حل می شود و حضرت پاسخ می دن. چقدر کسانی بودند که همین توسلات را انجام دادن، حضرت مشکلاتشان را حل کردند و حضرت سلام الله علیه حتی اونها را مشرف به لقاء خود فرمودند و الی ماشاءالله متواتر اخبار داریم با خیلی زیاد. این یک راهشه. راه دیگرش اینه دوستان عزیز که شما هر جای عالم که باشید نامه بنویسید، مناجاتتان را در یک نامه بنویسید، بعد اون را در یک آب روانی یا چاهی این را بذارید. این اختصاص به جمکران هم نداره. شما در امریکا هستید، یک نهر آب بحر اونجا میرید، این نامه را میریزید اونجا یا چاه پاک، آب پاکی اونجا میریزید. دوستان عزیز، حالا از این آب روان و این چاه اون نامه چطور خدمت امام عصر علیه السلام میرسه، کیفیتش را من نمیدانم. اما این را بدانید که این عالم، خداوند متعال در این عالم خیلی فرشتگان دارند. دارد خداوند متعال در این عالم خیلی از مأمورین دارد که کارهای خدا را به صورت غیبی انجام میدهد. حالا مثلا ملائکه رزق ما و شما هستند که رزق ما را، ملائکه‌ای هست که باران را میارند، ملائکه‌ای هستند که بله نامه اعمال ما و شما را میرسانند. مسلمان اگر منکر این ملائکه بشود، منکر این مأمورینی که این امور را انجام میدهد به طوری که ما و شما احساس نمی کنیم، نمی بینیم، کسی که این را انکار بکنه اصلا کافر و خارجی از دینه. حالا این نامه را شما نوشتید، این نامه نوشتن واجب هم نیست عزیزان من. این نامه نوشتن یکی از طرق استغاثه به امام عصر علیه السلام و خیلی نتیجه هم میده، مردم جواب میگیرن. این نامه را شما در آب روان میگذارید، حضرت ولی عصر علیه السلام، اون کسی که به ما و شما نزدیکه، تا ما و شما بدانیم که به ما نزدیکه، این نامه را و ایشان پاسخ میدهند و جوابش به ما میرسه و شیعان تجربه کردن. همون طوری که خدا را شما صدا، خدا چطور میشنوه؟ شما در امریکا هستین، اروپا هستین، هر جای عالم هستین، پیش خدا دعا میکنی، نماز دار میخونی، خدا میشنوه. حالا یک کافر بیاد مسخره بکنه این را، بگه شما مریض، مرض سل شما را گرفته، شما دعا هم کردی خدا جوابم نداد، چرا خدا جواب نداد؟ بیا شما را مسخره بکنه، جواب شما چیه؟ خب همین جواب ما در امام عصر علیه السلام همینه. تازه امام عصر علیه السلام استجابتش خیلی بیشتر، زودتر و سریعتر از اینه که انسان از خود خدا بخواد. چرا؟ 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 چون خدا امر کرده از اینها بخواد، چون اینها عطای اینها. بله مثلا در زمان حضرت عیسی علیه السلام بودی، مرض سرطان گرفته شما را، مرض سل گرفته پای شما، شله چشم شما، علیاذ بالله نابینا هست، شما پیش خدا دعا بکنی یا حضرت عیسی علیه السلام بخواد، کدامش سریع تره؟ خب حضرت عیسی علیه السلام یک بار دست بزنه
شفا میابه. از خدا بخوای شاید اصلا خدا شما رو شفا نده. فرقش چیه؟ فرقش اینه چون خدا میخواد فضل انبیاءش، فضل اولیاءش ظاهر بشه، معجزات اونها ظاهر بشه، مردم کرم اونها، جود اونها، فضیلت اونها رو ببینن، استجابت از درگاه اونها نزدیکتره. علی کل حال دوستان عزیز، این نامه را در آب روان میگذاری، در چاه میاندازی، حالا چاه جمکران چون اونجا مکان مقدس، اونجا بریز، و الا برو در بله در یک رودخانه ای بگذار، در بحری بگذار، در یک قناتی، جایی، چشمه ساری، فرقی نمیکنه، اونها را بینداز. حالا این چطور به امام عصر علیه السلام میرسد؟ دوستان عزیز، عالم پر از مأمورین غیبی خدا. الذين يؤمنون بالغيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شرط اول ایمان، ایمان به غیب. خداوند عالم ملائکه داره، خداوند متعال مأمورینی داره که برای خدا کارها را انجام میدن. خب این نامه به دست امام عصر علیه السلام میرسد و از محتوای او آگاه میشود و مشکلات شما را جواب میده. این بله، این کجاش مسخره داره؟ کجاش منافات با ارکان ایمان داره؟ کجاش منافات با اصول دین داره؟ من میشنوم بعضی از شبکه ها این را میخوان مسخره بکنن. خب ببین، شما به ما استدلال بکن. حالا مسخره کردن کار خیلی راحتیه. کسی که بخواد مسخره بکنه، شما نمازم میخونی، سجده میکنی، کفار میتونن خیلی مسخره بکنن، فیلم پر بکنن، مسخره بکنن که بله این مسلمان سرش پایین گرفته، بله عقبش بالا گرفته که من خدا را عبادت میکنم، بیا من رکوع میکنی، بیا مسخره بکن، دعا میکنی مسخره بکن، قرآن میخونی مسخره بکن. مسخره کردن بله، پیغمبر خدا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم را مسخره میکردن. مسخره کردن دلیل نیست، مسخره کردن کار کسی که دلیل نداره. شما به ما بفرمایید جماعت عمریه، شبکه های ناسبیه، این که من نامه بنویسم در آب روان بیاندازم، عالمم پر از ملائکه غیبی، مأمورین غیبی خداوند متعال، این از طریق اهل بیت علیهم الصلاه و السلام فرمان صادر شده که این یکی از طرق توسله، این کجایش منافات با قرآن داره؟ کجایش منافات با احادیث حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم داره؟ کجایش منافات با جزئی از اجزای اسلام داره؟ شما به ما بفرمایید استدلال شما کو، استدلال شما کو. بله، حالا در این توسل که گفتم، رقع نوشتن به امام عصر علیه السلام، عریضه نوشتن به امام عصر علیه السلام، مختص به چای جمکران نیست. هر چاهی آب روانی پاک اونجا باشه، شما میتونید رقعتان را بریزید، لذا اختصاصی به اونجا نداره. و اینها هم با یک چیز دیگر، اینا کار این جماعت چیه؟ دروغ گفتن. شبکه‌های ناسبی که بشه اون تهمت ببند، دروغ ببند، بعد بر اون دروغ خود اعتراض بکنه که بله اینا فکر میکنن امام عصر علیه السلام در اون چاه هست، بله و رقم می‌ریزن که این نامه در داخل اون چاه برسه. خب این تهمت، این دروغه. در چاه بودن عیب نیست. در یا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا بود که مبعوث شد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غار ثور پنهان شد، اصحاب کهف در غار هستن، او کدام عیب نیست. حضرت یوسف علیه السلام در چاه بود، حضرت یوسف علیه السلام در زندان بود، اما عقیده ما این نیست که امام عصر علیه السلام در سردابه یا در چاه. عقیده اینه که شما این نامه را که می‌ریزید در یک چاهی یا در چشمه‌ساری، در آب روانی، در آب رودخانه‌ای، این نامه به امام عصر علیه السلام می‌رسد، نه اینکه امام عصر علیه السلام داخل اون چاه یا داخل اون رودخانه هست. این دروغه، این تهمته. بله، و این حماقته. مثلا ما مسلمان‌ها بریم دور خانه خدا در مکه مکرمه طواف می‌کنیم، درسته؟ چند بار طواف می‌کنیم اونجا برای عمره، برای حج، و عقد طواف بیشتر بکنیم ثوابش بیشتره. طواف کردن اینجا مثل نماز خواندن. خیلی خوب، حالا کفار بگه، بگین بله اینا مسلمان عقیدش اینه که خدا داخل این اتاقه، خود خانه کعبه یک اتاقه، بگه خدا مسلمان عقیدش اینه که خانه خدا، خدا در این خدا در این اتاقم خدا اونجا نشسته، ما بله اونجا فیلم بردیم، دوربین بردیم، جاسوس فرستادیم، اونجا هیچ کس نبود، اتاق خالیه، بله بیاد مسخره بکنه. خب این عقیده مسلمان ها نیست که خدا داخل اون اتاقه. خب اینا جهل کفار میرسن اگر یک کافر همچین جهالتی را بکنه، همچین دروغی را بگه. خب اون جهل خودشه، بر جهل خود آمده اعتراض کرده، بر جهل خود آمده استهزا بسته. عقیده ما شیعیان هم نیست، این فقط ابن تیمیه، ابن تیمیه لقبش از حرانی، خودش اصلا در کتابایش حرانیه، نه اینکه من میخوام فحش بدم، من نمیگم حرامی، حرانی، ابن تیمیه حرانی، شیخ الاسلام اینا، میگم شیخ الفسق اینا، شیخ الکفر اینا، اون در این کتاب خود دروغ بسته، در کتابای خود به شیعیان اصلا اینقدر دروغ میگه ابن تیمیه در کتابای خود. اصلا آدم تعجب میکنه که این شخص که اینها به اون شیخ الاسلام میگه چطور بی حیا آمده. دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ. یکی از دروغایی که مکرر در کتابای خود بسته بر شیعیان که بله شیعیان فکر میکنن امام عصر علیه السلام داخل سردابه و از اونجا بیرون نمیاد. بابا عقیده ما این نیست. امام عصر علیه السلام از انظار غائبه، همونطور که حضرت خضر علیه السلام از انظار غائبه. امام خضر، حضرت خضر علیه السلام داخل سردابه چاه نه، حضرت خضر علیه السلام در اسواق میگرده،
در مکه میاد، در مدینه میاد، بله شب جایی میخوابد، اتاق دارد، منزل دارد، مردم او را نمیشناسد که کجا هست. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اول بعثت چندین سال غایب بود از مردم. غایب بود به چه معنا؟ در بین مردم میگشت، بازار میگشت، اما کسی او را به عنوان پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم نمیشناخت. امیرالمؤمنین حضرت امام عصر علیه الصلاه و السلام به همون نحوه جدش در بین مردم هست، منزل داره، میرود میآید، مردم را میبیند، همه مردم را میشناسد، اما مردم او را نمیشناسد، همونطور که حضرت خضر علیه السلام است، همونطور که حضرت الیاس علیه السلام، همونطور که حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در اوایل بعثتش بود، همونطور که حضرت یوسف علیه السلام در مصر بود، او مردم را میشناخت، مردم او را نمیشناخت که او پیغمبر خدا هست و عزیز خدا هست. برادر بزرگوار من، نه این عقیده ما نیست که ایشان در چاهه و این دروغه و این تهمته. خط جماعت